من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلسلة بحث من درباره تاريخ رسول أكرم صلی الله علیه و سلم که امروز بعد نماز عصر شب 12 ربیع الاول درآمد این شب شب تولد پیغمبر خدا است صلی الله علیه و سلم این شب شب مولود پیغمبر اکرم است صلی الله علیه و سلم شب رحمت للعالمین شبی که پیغمبر به دنیا آمد که به برکت این شب شب قدر پیدا شد و برکت این شب قرآن عظیم و شان آمد و برکت این شب رسول الله به دنیا آمد این خیلی شریعت بزرگ این خیلی کتاب بزرگ این خیلی شبای مقدس این خیلی دین قوی برای ما و شما آمده رسید این دین ساطع میگن ساطع یعنی که دلیلای داره که همه را سوالش جواب میتیه دلیلهای برنده تیز میان شکن دندان شکن کسی هیچی گفته نمیتونه این دین چی میگن ساطع به قوت و قطع کننده صاحبش رسول اکرم است صلی الله علیه و سلام پیغمبر اکرم این شب به دنیا آمدگیان برای ما و شما این شب با برکت مبارک شود خب شب دوشنبه سال 571 میلادی عام الفیل یعنی بحث گفتیم ما خیلی که جنگ فیل شدگی بود در مکه مکرمه در خاندان عبدالمطلب رسول اکرم صلی الله علیه و سلام یتیم به دنیا آمدند بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم یتیم به دنیا آمدن عادت عرب همین بود و عمل و ام و اول من ارزعت صلی الله علیه و سلم بعد امه ثویبیه مولاتا لابی لهب اولین انسانی که بعد آمینه مادر من رسول الله صلی الله علیه و سلم شیر دادگی بدین این زنی بوده با نام ثویبیه که غلام زنی امکشان ابو لهب بوده که این پیغمبر خدا را بعدی مادرشان چی دادگی بوده است؟ شیر دادگی بوده است. وقتی که پیغمبر به دنیا می بیاید، ثویبیه دویده می بیاید پیش ابو لهب میگه در حال میگه سردارم، صاحبم، راهبرم، رئیسم، فرزندی یکی منتظرش بده، زوجه عبدالله آمینه، زوجه دادرتان آمینه یعنی که کلینتون آمینه دختری وهب خوز یک کودکک به دنیا آورده رنگ مهتاب می درخشه همین خیلی زیبا هایی که در این قبایل این خیلی کودکی زیبا را مونه دیدیم نوکک به دنیا آورده تمنده چی سیوان چی می تهی؟ ابو لهب میگه جوش می خیزه و میگه سیوان چی؟ میگه بله میگه ایمی حوزی تو آزادی یعنی پیامبر همون روز به دنیا می بیا غلام آزاد می شوند همین گفت غلام زن بود گفت سیوانچی گفت تو آزادی گفت را آزاد کردم همون روز قدمشان در زمین می بیایا غلام آزاد شوی را سر میکنن یعنی که غلام ای بندگی می براین بندگی خدا را به جا آوردن می گیرن ثویبیه اولین زنی بود است که بعد آمینه جناب پیغمبر شیر دادگی بود است خوشا به حال این زن خوشا به حال این شیر خوشا به حال این دامن خوشا به حال این قچاق کی را کرده است رحمت للعالمین صلی الله علیه و سلم بلبنین شیر داشت از فرزندش که نام فرزندش مسروح بود برآورده پیغمبر خدا یا بچه بده نامش چی بده؟ مسروح و بود این زن یعنی که پیش از پیغمبر حمزه ابن عبدالمطلب اما که پیغمبر خدا را شیر داده بود است خوب شیری شیر شیری که از این شیر شیر خدا اسد الله یعنی شیر خدا حضرت حمزه هم شیری همی زن خورده بوده است بعضی شیری زن ها برکت داره بعضی شیری زن ها فیض داره یک تش انا همین کی ای انا همین شیری ثویبیه یعنی غلام زنی که ابو لهب را آوردگی بود زنی به تمکین زنی آرام زنی صابره زنی پاک دامن کم گپ زیبا خوشرو خدا ترس هم حمزه را شیر داده بوده پیش ای رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رسول الله را شیر میتیا هم فرزند خودش مسروح از شیر میتیا بعد اینها ابو سلمه پسر عبدالاسد مخزومی را میتیان که اینها سه نفر برادرای شیرخوره رسول اکرم
صلی الله علیه و سلام حمزه امک شون بده با پیغمبر خدا ده غیر امک بدن شون با برادر شیرخوره بدین اردش از کی از سویبه شیر مکی ده بدین با یک برادر دیگر داشته با نام مسروح یک برادر دیگر داشته بود است با نام ابو سلامه عبدالاسد مخزومی ان همین صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلام این صحابه هم پیغمبر خدا قدی شیرخوره بود استین ما میگم که برادر شیرخوره هم زمانی که ابولهب این چوریزن غلامزن آزاد کرد از روی خرسندی و تولد رسول اکرم صلی الله علیه و سلام لیکن وقتی پیامبر به رسالت دعوت کرد پیامبریش آشکار شد رسالت سر شد پیامبر همه را به سوی یکتاپرستی دعوت کرد ابولهب اولین دشمن سرسخت رسول اکرم شد با وجود همین این جهنمی ابدی پیامبر در ایمان نیامد به ایمان مرد رفت در ابتدا نباشه برای تولد پیغمبر خدا خرسان شده بود است. اده پیغمبر دعوت میکنه در این حالت قبول نمیکنن و همیت به سوی اسلام دعوت نکردن برابر چیکار میکنن؟ از دنیا به ایمان میروند. اکنون بعد این شیرخورگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد این شیرخورگی اول که از دامن ثویبیه عادت عرب چی بود در عرب؟ در عرب عادت این بود فرزنداشون برای کلان شدن برای شیرخورگی کردن اونها را به وادی ها و به ده ها و بادی ها میفرستادن دور از خودشان چرا شهر بیماریش زیاد بود کسلیش زیاد بود فرزندو به زیب کلان می شدن فرزند ها بد اخلاق کلان می شدن بنابر همین سبب چیکار میکنن زبان عربی را تازه در دهات ها یاد می گرفتن ای همین جد می رفتن برای علم مدنیت فرهنگ بلند شدن پرزه شدن با اخلاق کلان شدن فرزنداشون بادیه روی میکردن که زنها اونها را کلان میکردن شیر می دادن از همین جهت خداوند بر این زنها یک منت و قدر داد زنهای آمدن از قبیله سعد ابن بکر ابن حوزان اینها فرزندها را طلب کردند که اونها ده چی؟ اونها ده شیر تیان پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این زنها پیشنهاد کردند این زنها از پیغمبر دست کشیدن و پیغمبر اکرم نگرفتند چرا پیغمبر یتیم بود؟ عادتا همون زمان دم آدم های پدردار و مادردار را میکفتن آدم های بدعالت را میکفتن که موهانه برای ما چی تیم؟ شیر تیم که فرزندوشان ما شیر تیم و کلان کنیم پیامبر صلی الله علیه و سلم نگرفتن در ابتدا زنانی بنی سعد چرا حضرت به پدر که بود اینها گفتن که ما از این پول کار کردن نمیتونیم پیامبر موندن ما گفتن از پیامبر پول کار کردن نمیتونیم یگان زن در اینجا نیامد که ایراد بگیره در این حالت یکی از زنها دیگر این بر اون برگشت فرزند نیافت در گوشش باد رسید که عبدالمطلب یک نویره یتیم داره طرف شوهرش گفت بیا گو بادیه دست خالی نرویم به سر نویره عبدالمطلب میریم این زن با شوهرش آمد نام این حلیمه بنت ابی ذؤیب بود یعنی که پدر حلیمه مادرمونه عبدالله ابن حارث میگفتیان نام شوهر حلیمه را حارث ابن عبدالعزا میگفتیان هر دی همین ها از قبیله سعد ابن بکر ابن حوزان بودیان یا حوزان هم آمدگی هست یا حوزان آمدگی هست این قبیله قبیله های در اطراف مکه زندگی میکردن با شوهرش میبیا حارث میخواه که نبیره عبدالمطلب رسول الله را به بادیه بره صلی الله علیه و سلام پیامبر خردسال به دستیان فرزندای حارث عبدالعزا برادران شیرخوره پیغمبر خدا هستند یکی از فرزندای حلیمه مادر مونیتش عبدالله نام داشته یتش اونیسیه نام داشته یتش جدامه یکی اونها هم جدامه شیما هم میگفتن که از جهت لقب شیما بود است اینها برادران شیرخوره رسول اکرم هستند اینا فرزندان حلیمه هم. پیغمبر خدا که قدی شیرخوره بود از برادر بوده حمزه امکشون قدی. با که قدی شیرخوره بود از مسروح بچه ثویبیه قدی. با که قدی شیرخوره بوده پیغمبر ابو سلمه ابن عبدالاسد قدی. سه تا برادرش شیرخوره داشته. چهارم برادرشون که بود از نامش عبدالله. پنجم خواهرکشون که بوده اونیسیه. ششمش بده نامش جدامه که او را شیما میگفتن شش تا برادر شیرخوره داشتن که رسول اکرم
صلی الله علیه و سلم از دامن و پستان این زنها کلان میشه و شیر می نوشه. چی دامنی بزرگه و چی پستانی بزرگه که رحمت للعالمین شیر می تیم. خب در این حالت ها میگه در این حالت ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیزانت شه، نگاه و بینیشه، چایشه، سرشویشه، روغنشه، سرمالیدنه، شانه زدن، گرفتن ناخون، بدن و لباس ها را ششتن تا 4 سال حلیمه مادر وان میکنه. در این بادیه از هم حالتی وزبین در اونجا سر میشه و در 4 سالگی پیغمبر اکرم اولین جراحی خدا در اونجا میگذره. پیامبر 4 ساله به دستیان، پیامبر صلی الله علیه و سلم چیکار میکنن؟ جراحی میکنن، قلبش هوی کرده از داخل او حصه های ابلیسی را میگیرن بیرون ده میپرتوین، میگیرن تازش میکنن، پاکش میکنن. انا این در خاندانی حلیمه مادرمان رخ میتیه. اکنون وقتی که خانه حلیمه مادرمان رفت، چی چیزها رخ داد، چی چیزها در اونجا آمد. یکم، خداوند درت البرکات، دردانه های برکت در خانه حلیمه ریخت. چی خیر ریخت؟ یعنی که در اون زمان، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، دردانه های برکت در خاندان عبدالمطلب ریخت. روایت بود است که این برکت چی برکت است؟ وقتی که حلیمه آمد به سوی مکه، روزهای جدب قحط، قحطی بود، همی خیل به برکتی بود که قطیش یک تا اولاق خری ماده داشت و او خیلی یک خری لاغر بود که از اون بر بزور بزور آمده بود. مردم او را حزال حزل میکردن، میگفتن که خری ماده حاری سوینه، زنش سوارشه بزور میگرده. وقتی که آمدن قطیشان یک شطر هم بود، او شطر هم خیلی بشیر بود، حتی فرزندی خوردکک داشت. حلیمه مادرمان تا روز ایگشنگی گریه میکرد، یک قطره شیر نداشت پیسانوشی در دنیا مونه. انا میخواد سالی به برکتی بود. لا ینامو، پدر و مادر خوبروی نمیموند، تا روز گریه میکرد. زمان حلیمه آمد، پیامبر قچاق کرد. خودش روایت میکنه، پیامبر قچاق کردم، در بالای اولاق خر سوار شدم، پستانای من پر شیر شد. یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی آغوش کشید، سینه های و پستانای مادر من پر شیر شد. او را میگن وقتی که گرفتم ماندم، قفص های سینی من پر شد. شا امین لبنین، از او دیدم که می نوشه، از او دیدم که بچه هک خورده که می نوشه. همین خیل بچه هک ما خواب برده، همین خیل پیامبر خواب برده در داخل رحلی همون کجاوی شطور. ای خواب میگه سرشانه بلند نمیکن اردش خوابن. و بعد از او میگه وقام خیست، میگه شوهرم در همون شطور سوار شد. همین خیل حافله، یعنی قافله قطی ما رفته استادن، شوهرم شطر جوشید از همون خرمه سفالیه که بود، همون تمام قافله ایمون شیر خور. این برکت پیامبر صلی الله علیه و سلم نوشیدن، با چشمام دیدم با سری. بعد از او میگه حرکت کردیم به سوی بادیه بنی سعد، من سوار شدم اتان همو خر مادره و برداشتم محمد در بغلم صلی الله علیه و سلم. حتی که حرکت کرد اولاق من خر من، یگان خرهای همسایه و اون دهات دیگر خر من دریاب کردن هم اتانیست. خر من یکم بود در حرکت. امروز خر پیغمبر در کودکیش میشناسه، امروز آدم پیغمبر را نمیشناسه. آدم پیغمبر را زید میبرایه، آدم پیغمبر قدی شوخی میکنه، اولاق و حیوانات پیغمبر را میشناسه. ولما قدم فی دیارهما، وقتی که ما میگه قدم آوردیم در سرزمین ما قدی شوم، دیار یعنی که سرزمین بنی سعد خیلی زمین سخت، زمین ده قحطی آمدگی بود، هیچ مردم مالشان سیر کردن همین تانیستن. سال سالی بد بود. همون وقتی پیامبر آمد در سرزمین سعد برکت باری در ایلاقاش، یعنی زمین ده برکت آمد، زمین ده نعمت آمد، زمین ده فیض آمد. هیچ میگه دیگر گوشت شیر جمع کردن نمیشه و این برکت قدوم رسول اکرم بود صلی الله علیه و سلم. هم تا زراعت ها میگه بلند شدن، زراعت ها سبز شدن، ممتلئتن من اللبن،
حربیگه ای شتر و گوسفند و بزا ما خورمه خورمه شیر می جوشیم. همین گونه شیر نوشی و نعمت بود. این همشه مگه از برکت قدوم محمد دیدم صلی الله علیه و سلم. هیچ مگه دیدم مگه نعمت های خدا را در زیادت و خیر مدتی رضاعت کامل شد. حضرت در این حالت مگه دو سال می گذشت. در این حالت مگه خدیجه گفت که اکنون چکار میکنم؟ می بیام دوباره باز میگردم. در این دو سالگی که زیادتر شده است اکنون شرطنامه ما تمام میشود. پیش عبدالمطلب می بیاره جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عبدالمطلب که اکنون ما باید عهد مونده بستیم. اما مگه زمانی که پیغمبر از بادیه به سوی مکه می آوردم دل ما مگه خود به خود می خوردم که ای همین نویراشون دست کشم. میگفتم که نگیرن امینا دیگه ایمان مونده خونم بستا. همین خیلی میگه اومدم میگه وقتی مکه در اومدم این حالت میگه روایت ها میبیارن. اکنون بعضی روایت ها ضعیفی هم داره بعضی روایت ها قویگی هم داره. در سیرت پیغمبر اومدم میگه کعبه را دیدم. گفتم نخوا ای سعد بیای ای قبیله سعد کعبه را زیارت نکنی حلیمه. آهیسته آهیسته پیش کعبه اومدم در همینجا وضو گرفتم و دست رو ششتم. میگه محمد صلی الله علیه و سلم همونجا حتیم میگه نه هجری اسماعیل همونجا ماندم میگه خاکبازی میکرد. پیش دری کعبه آمدم گفتم دعا میکنم با آیین ابراهیمی ای چپ و راست و پس و پیش بالا و پایان صدای ملکوتی آمد که مبارک چو حلیمه مبارک چو حلیمه خوشا به حالت حلیمه. میدانی تو کی را قچاق کردگی؟ تو میدونی کی را کلان کردگی؟ تو میدونی کدام آغوش دیم؟ تو میدونی کیای؟ اون نفری هستی که پیامبری مرسل های. میگه من دیگه ترسیدم این نیدان را میگه دو قدم عقب زدم گرختنی شدم. آمدم که در هجر اسماعیل به پیامبر نیست های. این در هجر اسماعیل نیست های. این روایت دراز های. و اینجا رفتم پیش بود پرستا رفتم خیلی چندین روایت های ضعیف هم در جا وارد شده گسته بزرگان می بیارن. بعد از او آمدم میگه وقتی که از یک کلان بود پرستایی که مردم با اونها اخلاص داشتن پرسیدم که همین نبیره من ای بوتا تان پرسه یکی میابه. وقتی میگه اونها نامی میگه محمد فهمیدن ای بوتاشان پرسیدن جنبیش لرزش در بوتا در آمد که بوت شکنه از بوت میپرسه شما و یک کسی هست که اومده بوت همش کنه همه را نیست میکنه همه را اهل توحید خدا پرست میکنه شما از بوت بوت شکنه میپرسه و یا ملائک پیش خدا برده گیه. میگه این در دو نیم سالگیش بود در حال پیش کعبه اومدم. میگه در همون نیابت نیایش دعا بودم که نگاه میکنم در داخل هجر بازی کرده ایستاده است با یافتم و خرسند شدم. آمدم خانه عبدالمطلب که عبدالمطلب گفت شرایط همون وزوی نه با میتونی که گشته بادیه بری. دیگر گفت یا عبدالمطلب گوش نکردم میگه همین قچاق کردم و بادیه دویدم که میسته در خونمون. دویم دورت با دو سال دیگر در بادیه در خانه مادرمون حلیمه سعدی جناب پیغمبر کلان و نشانما میابند. در این حالت با حادثه شق صدر جراحی پیغمبر خدا سر میشود. یعنی این خیلی معجزه های زیاد پیش ای پیامبریش در حالتی که اون دست پرورایی که پیامبر کلان کردن با چشم سرشون دیدن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفری حزل نیستن در این زمین نفری شوخی نیستن. میگه من انما بعثتو من زمان پیامبر شدم و مبعوث شدم یا در یک روایت انما ولیدتو همون روز من تولد شدم. این زمین همه در غضب الله گرفتار بود. من آمدم مردم از غضب الله خلاص کردم. یعنی این شب شبی هست که مردم از غضب الله خلاص خورده گیای رحمت للعالمین به دنیا اومده گیان. یعنی همه در لعنت و سزاوار لعنت مگر گو پیامبر بعضی از اهل کتاب موندگی بود که سزاوار رحمت بودن نباشه خدا هم مرا در لعنت گرفتار کردگی بود. من در همون حالت آمدم بشریت از لعنت خلاص کردم بشریت از غضب الله خلاص کردم. این شب شبی هست برادر و رحمت للعالمین به دنیا اومده گی این شبی هست که پروردگار خط عوف کشیده گی بالای تمام گناهگارا ده. این شب همین شب رسول الله به دنیا اومدیان این شب برای ما و شما مبارک شود. اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وانت خیر الفاتحین. آمین آمین یا رب العالمین. سفر راست گیره تلفناتون خاموش کنین آماده به نماز باشین.